اول اجازه بدین در مورد تازه ترین آماری که دولت ترکیه منتشر کرده از میزان قربانیان در 10 استان تا حالا در 10 استان زلزله زده در جنوب ترکیه بیش از 16500 نفر جانشان را از دست دادن و میزان تعداد زخمی ها بیش از 66000 نفر افزایش یافته. در حال حاضر تیم های امداد که تعدادشان و بیش از 100,000 نفر میرسد در این 10 استان در حال جستجو و امداد رسانی هستند و قربانیانی که ممکن است هنوز هم بخش بزرگشان زیر آوار مانده باشند. اما در اینجا در شانلیورفا ما از صبح زود به این شهر آمدیم و از همان اول صبح دیدیم که بر اساس بررسی هایی که دولت ترکیه و آفاد انجام داده تمام عملیات های که برای نجات مردم بوده متوقف شده و دولت گفته که در اینجا دیگر در ساختمان هایی که تخریب شدن به نظر میرسه قربانیانی نخواهد بود و منتظر هستن همه که دستور بگیرن برای آواربرداری. اما تا هنوز که یک روز از زمان دستور آفات گذشته هنوز هم هیچ کاری در اینجا صورت نگرفته. اما در کنار این در بخش های مختلف این شهر چادرها برافراشته شدن برای آنهایی که از این زلزله آسیب دیدن، اما کمترین امکانات را دارن. هوا به شدت سرد هست در حال حاضر و کودکان و زنان زیادی در کنار مردان در زیر چادرها و حتی در فضای باز دارن شبشان را به سحر می رسانن. شبی که بسیار سخت است و طاقت فرسا و برای دولت ترکیه هم بسیار دشوار است که به همه مردم با این حجم بزرگی از بحرانی که روبرو هست رسیدگی کنه. در همین محل تعداد زیادی هستند، بخش بزرگشان مهاجرانی هستند که از سوریه آمدن و حالا هم تجربه جنگ و هم تجربه زلزله را دارن که زندگی برایشان بسیار بدتر از آنچه که توقع داشتن در ترکیه شده و این روند داره بدتر و بدتر هم میشه. متشکرم ازت نرگس هورش، همکارم از شانلیورفا در ترکیه همراه ما.